در گفتار امروز میخواهم بگویم که انسان از چه زمانی به ایدانی یا ماهیت واقعی ستارگان پی برد این شناخت ما پیشینه چندان درازی ندارد به صده بیستم برمیگردد انسان از دورترین دورانهای پیش از تاریخ شیفته آسمان و ستارگان بوده است و همواره از خود پرسیده که ستارگان چیستند برای آنها افسانه ها ساخته و در بسیاری از فرهنگ‌ها خود را با ستارگان پیوند داده است. در بیشتر فرهنگ‌های باستان، ستارگان به ویژه درخشان‌ترین آنها خدا شمارده می‌شدند. یونانیان های گیرایی درباره‌ی آنها داشتند. برای یونانیان، ستارگان باستابی بودند از آنچه چه میان انسان‌ها می‌گذرد. به گونه‌ای، ستارگان آسمان و انسان را به هم پیوند می‌دادند. در فرهنگ‌های گوناگون ماه و خورشید پایه‌ی گاهشمار یا تقویم بودند. برای مصریان باستان ستاره سیریوس یا به اوستایی تیشتر به عربی شعراء یمانی مهمترین ستاره آسمان بود. بر آمدن بامدادی این ستاره پیش از خورشید پیام‌آور تقیان تابستانی رود نیل و به دنبال آن شکوفایی و آبادانی برای مصریان بود گاه شمار مصری بر این رویداد اختری پایه داشت مهمتر از این تیشتر در واقع پایه راجمان باورهای دینی مصریان بود آن را با ایسیس الهه مادر در دین مصریان یکی می‌دانستند. این ستاره چنان ارجی داشت که بیشتر ایزد ایزدان مصری را به آن پیوند داده بودند از کهن ترین زمان ها انسان پی برد که از میان این همه ستاره چند تا از آنها جای خود را نسبت به ستگار ستارگان دیگر تغییر می دهند یونانیان اینها را پلنت یعنی سرگردان مینامیدند که در عربی به سیاره ترجمه شد برای باستانیان سیاره ها عبارت بودند از ماه خورشید تیر یا اتارت، ناهید یا زهره، بهرام یا مریخ، هرمز یا مشتری و کیوان یا زحل در طول تاریخ انسان میپنداش که زمین مرکز کره بزرگی است که ستارگان به دیواره درونی آن میخکوب شدن همچنین انسان تصور میکرد که سیاره ها و خورشید و ماه در فاصله میان کره ستارگان ثابت و زمین حرکت میکنند. و ماهیتی جز زمین و ستارگان دارند. آناکساگوراس که پیرامون 450 پیش از میلاد در آتن میزیست میپنداشت که ستارگان سنگ آتشین گرمای آنها احساس نمی چون بسیار دورند این اندیشه به احتمال زیاد از اینجا سرچشمه گرفته بود که او فرو افتادن شخانه ها یا سنگ های آسمانی را به چشم خود دیده بود او حتی اندازه برای خورشید به دست داد به واحدهای امروزی ما چند صد کیلومتر آناکساگوراس نخستین کس شناخته است که گفت خورشید ستاره است از آنجا که این مینه ها یا ایده ها با باورهای دینی یونانیان همساز نبودند آناکساگوراس را به الهاد متهم کردند و به زندان انداختند پس از آناکساگوراس اریستارخوس که حوالی 310 تا 230 پیش از میلاد میزیست با روشی بزرگی و فاصله خورشید را تخمین زد با اینکه برآورد او پرسون یا دقیق نبود ارسطرخوس پی برد که خورشید از زمین بزرگتر است از اینجا نتیجه گرفت که زمین که کوچکتر است باید به گرد خورشید بگردد و نه برعکس او همچنین به این اندیشه افتاد که ستارگان خورشیدهای دوردستند او را هم به مرگ تهدید کردند و این مینه ها ایده ها کم کم فراموش شدند باید دانست که نه اریستارخوس و نه آناکساگوراس به هیچ روی نمی توانستند بزرگی و دوری ستارگان را اندازه بگیرند بنابراین هیچ دلیل استواری برای همانند دانستن خورشید و ستارگان نداشتند پس از اریستارخوس پتولمایوس یا بطلمیوس که در صدیه دوم پس از میلاد میزیست مدل زمین مرکزی را به دست داد به این معنا که زمین در مرکز گیتی جای دارد و ستارگان ثابت به درون کره یا فلکی چسبیدند خورشید یکی از سیاره هاست و هر سیاره و ماه دارای فلکی است که نسبت به فلک ستارگان حرکت می کند در این مدل ستارگان و خورشید دو ایدانی یا ماهیت کاملا جدا از هم دارند مدل بطلمیوس به مدت 1400 سال واقعیت محض پنداشته میشد چه در اروپا و چه در کشورهای مسلمان که اخترشناسی و فلسفه را از یونانیان گرفته بودند 13 14 صد بعد یعنی در سال 1543 کوپرنیک کتابی را منتشر کرد که در آن مدل بطلمیوس را رد می کرد در مدل خورشید مرکزی او سیاره ها به گرد خورشید می گردند و زمین سیاره است مانند سیاره های دیگر مدل کوپرنیک خورشید را از سیاره ها جدا میکرد، ولی درباره ستارگان چیزی نمی گفت کوپرنیک از ترس کلیسا سالها انتشار کتابش را به تأخیر انداخت و آن را درست پیش از مرگش منتشر کرد گفتنی است که در آغاز بیشترین مخالفت با کوپرنیک از سوی پروتستان ها بود نه از سوی کاتولیک مارتین لوتر رهبر جنبش پروتستان کوپرنیک را دیوانه خواند چون به گفته ای او زمین را دارای حرکت دانسته بود نزدیک به پنجاه سال پس از مرگ کوپرنیک و برونو فیلسوف ایتالیایی گفت که خورشید ستاره است و گیتی بیکران جهانهایی مانند زمین بسیارند چنان که در یکی از گفتارهای پیش گفتم کلیسای روم و پروتستان ها او را به سبب این سخنان به مرگ محکوم کردند و در سال 1600 در آتش سوزاندند. ده سال بعد گلیله نخستین کسی بود که تلسکوپ را که خود اختراع نکرده بود برای نپاهیدن ستارگان به کار برد. او به چشم دید که به گرد هرمز یا مشتری ماه‌هایی در گردشند. و این برخلاف مدل بطلمیوس بود که میگفت زمین مرکز گیتی است و همه چیز به گرد آن می‌گردد. گالیله از مدل خورشید مرکزی کوپرنیک پشتیبانی کرد. او در تلسکوپ میدید که ستارگان نقطه‌های ریزی بیش نیستند. از آن نتیجه گرفت که ستارگان باید بسیار دور باشند. گالیله را به دادگاه کشاندند و در سال 1633 به ارتداد محکوم کردند. وادارش کردند تا مینه ها ایده های کوپرنیک را رد کنند یوهانس کپلر که همزمان گالیله میزیست جا و حرکت سیاره ها را پرسونانه نپاهید و سه قانون معروفی را که امروز به نام او خوانده می شوند درباره حرکت سیاره ها به دست آورد بدینسان کپلر ثابت کرد که خورشید مرکز راجمان خورشیدی است و سیاره ها به گرد آن در گردشند کپلر توانست برای نخستین بار در تاریخ حرکت ماه و سیاره ها را به درستی توضیح دهد. با این حال نه کپلر و نه هیچ کس دیگری نمی دانست که دلیل قانون هایی که او به دست آورده بود چیست. به هر حال با کار کپلر معلوم شد که خورشید اختری است متفاوت از سیاره ها. میرسیم به نیوتون که در سال 1687 پایان صدی 17 قانون گرانش یا جاذبه را پیشنهاد و برای نخستین بار حرکت ماه و سیاره ها را به درستی و نیز چرایی سه قانون کپرل را توضیح داد بنابر نیوتون چیزی که سیبی را از درخت فرو می کشد همان است که سیاره ها را به گرد خورشید در گردش نگاه می دارد. انسان توانست با بکار بردن نگره گرانش نیوتون برای نخستین بار جرم خورشید و سیاره ها را تعیین کند و پی ببرد که خورشید به سبب جرم و نیروی گرانشی شگرفش فرمانروای بیچون و چرای راجمان خورشیدی است و همه سیاره ها باید به گرد خورشید بگردند بعدها پی بردیم و این را خود نیوتون نمیدانست که گرانش اصلی ترین عامل پدید آمدن ستارگان است کسانی که به مدل خورشید مرکزی کوپرنیک شک داشتند و نمیخواستند نگری نیوتون را هم بپذیرند ایراد گرفتند که اگر زمین به گرد خورشید میگردد چرا ما در طول سال که زمین جای خود را در مدارش تغییر میدهد شاهد تغییر جای ستارگان نزدیکتر نسبت به ستارگان دورتر نیستیم این پرسشی است بسیار بجا مانند این است که شما وقتی با خودروی در فضایی باز حرکت می کنید می بینید که درختان نزدیک جای خود را نسبت به چیزهای دوردست تغییر می دهند به این پدیده پارالاکس یا دیدگشت می گویید. هواداران مدل خورشید مرکزی نمی توانستند پاسخ محکمی به شکاکان بدهند فردریش ویلهلم بسل توانست در سال 1838 یعنی نیمه نخست صدی 19 هم به این پرسش پاسخ دهد. او توانست برای نخستین بار زاویه دیدگشت یا پارالاکس سالانه یکی از نزدیکترین ستارگان را اندازه گیری کند این زاویه کمتر از سه دهم ثانیه کمانی بود اگر دست خود را به جلو دراز کنید پهنای انگشت کوچک خود را با زاویه یک درجه‌ای می‌بینید. زاویه دیدگشتی که بسل سل اندازگیره بیش از دوازده هزار برابر کوچک از این زاویه انگشت بود چنین زاویه های کوچکی را چشم نمی‌تواند ببیند و اندازه‌گیری آنها در اخترشناسی کار آسانی نیست پس بسل نشان داد که ستارگان بسیار دورند و به همین سبب است که جا آنها را نمیتواندید اخترشناسان با داشتن فاصله ستارگان و اندازگیری میزان درخشندگی ظاهری تابندگی واقعی ستارگان را محاسبه کردند و پی بردند که آنها هم همان اندازه انرژی تابشی از خود بیرون میدهند که خورشید حتی بسیاری از آنها بسیار بیشتر از خورشید پس معلوم شد که ستارگان خورشید همانندند و خورشید همانندن ستاره است ولی هنوز نمیدانستیم که ستارگان انرژی سرسام آور خود را چگونه تولید می کنند. نمونه خورشید را بگیریم بنابر داده های زمین شناختی زمین دست کم چار میلیارد سال از عمرش می‌گذرد. پس خورشید هم باید دست کم این اندازه سن داشته باشد دلیل هایی در دست داریم که تابش خورشید در سراسر عمرش کم و بیش یک نواخت بوده است چند نوع انرژی می تابش خورشید را میلیاردها سال پایدار نگاه دارند انسان تا آغاز صدیه بیستم دو نو دو نوع اصلی انرژی می انرژی برق و مغناطی از آن میان واکنش شیمیایی مثلا سوخت زغال یا نفت و انرژی گرانشی توده پرجرمی از گاز با متراکم شدن گرمتر و گرمتر می شود و می تواند به تابش درآید مهمترین گام برای پی بردن به منبع انرژی خورشید را انشتین برداشت بنابر دیسول یا فرمول معروف انشتن ای مساوی با ام سه به توان دو ماده میتواند به انرژی تبدیل شود و برعکس اگر همه جرم خورشید به انرژی به خورشید میتواند خرشید می ده هزار میلیارد سال بتابد که این هم درست نیست چون بعدها پی بردیم که خورشید تنها بخش کوچکی از جرم خود را به انرژی تبدیل می کند در آغاز صدیه بیستم فیزیکدانان پی بردند که باید واکنش‌های هسته‌ای منبع انرژی خورشید و ستارگان باشند. هانس بت توانست نشان دهد که هسته‌های اتم‌های هیدروژن در هم فرو می‌روند و انرژی خورشید زاییده ترادیسش اتم‌های هیدروژن به هلیوم هستند. در واقع در هسته خورشید هر ثانیه میلیاردها بمب هیدروژنی منفجر می‌شوند. وقت ما به پایان رسید پس میبینیم که شناخت ما از ایدانی یا ماهیت خورشید و ستارگان تنها به نیمه دوم سده بیستم باز میگرد.